علی، هر کاری میتونستم کردم. علی، واقعا هر کاری میتونستم کردم. ببخشید علی. تو چی داری میگی؟ چی رو نتونستی؟ چرا معذرت خواهی میکنی؟ از این به بعد همیشه همینطوریه. هر بار که اینجا رو میبینی، هر بار که منو ببینی، خاطرات بد یادآوری میشه. به نظرت میتونیم درستش کنیم؟ میتونی فراموش کنی؟ نمیتونم، اما درست میشه. منتظر میمونیم زمان همه چیو درست. منتظر میمونیم. نمیتونی منو ببخشی؟ چطوری میخوای منو ببخشی؟ میتونی این کارو بکنی؟ نمیدونم، اما موفق میشی. درست میشه. درست نمیشه. نمیتونی بدی هایی که در حقت کردم و فراموش کنی. متاسفانه درست نمیشه. نمیتونی منو ببخشی. حتی اگه بگی بخشیدمت هم بازم تو ذهنت میمونه. معذرت میخوام به خاطر همه این اتفاقا. چطوری به دکترات بگم نتونستم نجاتت بدم؟ لطفاً بداد خان، لطفاً. بله. من زینبم، همون دکتر دست و پا چلفتی امروز. حق با تو بود. اگه همون موقع توموگرافی کرده بودی مریضو از دست نمیدادی. دیگه مهم نیست حق با کیه، این حرفا فایده ای نداره. تاوان اشتباه همو پس میدم. منظور چیه؟ یعنی خودمو مجازات میکنم. امروز آخرین شیفت کاریمه. نگران نباش، کسی رو نمی کشم. دیگه نمیخوام تو این بیمارستان باشم. همه از شر من خلاص میشن. شما کجایین؟ منو بی خیال. میدونم دیگه فایده ای نداره، اما معذرت میخوام. واقعا خیلی 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 معذرت میخوام. علی، علی،
بله، میخوام از اون یکی حساب بانکی من پول واریز کنین. علی بیدارت کردم؟ معذرت میخوام. کجا رفته بودی؟ یکی میخواست دوباره اشتباه کنه، جلوی اونو گرفتم. کی؟ اگه نازلیه؟ نازلی؟ دوبله شده در استدیو. موضوع اون عکسو میدونم، عیاض برام تعریف کرد، یعنی اصلا بهش فکر نمی کنم. منم نازلی خیلی برام بی‌ارزشه. من به یه همکار جوونمون کمک کردم. به کی؟ دکتری که تو اتاق عمل بابات بود. چرا همچین کاری کردی؟ برای اینکه جون یه بابای دیگر رو نجات بده. من تو رو از همه چی و از هر کسی بیشتر دوست دارم، اینو هیچ وقت فراموش نکن. هر اتفاقی هم که افتاد هیچ وقت فلت نکردم و نخواهم کرد. حتی اگه اشتباه هم بکنم تو اینو فراموش نکن، باشه؟ عزیزم، مثل اونا تو رو تنها نذاشتم. آروم باباتون رو کشتیم، تحویل بگیرین. حالا راضی شدید؟ آبجی جان مرزششو نداره، بلش کن. کشتیمه شهرم رو، کشتیم ستون خونم رو، خرم کردیم. نسرین خانم وسط تشییع جنازه این حرفا رو نزنید. زود بشه بچه ها. من میگم بذار همه بشنون، تقاضای کارتونو پس میدم. چشمت به این دنیا نباشه بداد، تقاضای کارشونو پس میگیرم. بداد gitmem lazım buralardan zamanım doldu zamanım doldu zamanım doldu içim. Tek başına geçerken uğramışçasına gittiği yerden başlar bu yol. Kim bilir kaç kez döndü öylesine herkes gibi tek başına geçerken uğramışçasına gittiği yerden döner bir gün. Kim bilir
kez öldük. از هر دوتون نگذره. وداد من به خاطر دشمنه ای تو مرد، نتونستی نجاتش بدی، خاک بر سرت کنن اون دکتری. حالا برو تو اون بیمارستان خوشگلت بشین و خوش بگذرو. نسرین، چون داغ دارم چیزی بهت نمیگم، اما به خودت بیا. چیزی نیست. حق داری نسرین خانم، هر چی بگین حق با شماست. اون بیمارستان لوکس باعث شد من خیلی چیزا رو نبینم، برای همین دیگه بر نمیگردم اونجا. علی، میفهمی چی داری میگی؟ الان جاش نیست اینو بگم، میدونم وقتشم نیست، اما دیگه اون بیمارستان لوکس رو رها میکنم. چی داری میگی علی؟ خیلی دوستت دارم علی. تصمیم درستی گرفتی. تو چی داری میگی؟ بهتر از تو دور باشه ایلو. ایپک تو داغ داری، نمیفهمی چی داری میگی. اونی که اونجا خوابیده بابای منه، دیگه همه میدونن چه بلایی سرمون اومده، مگه نه؟ اونی که اونجا خوابیده بابای منم هست. دیگه اینقدر چرت و پرت نگو. خب علی یوسف شوهر من، متاسفانه همینطوره. آره، مقصر همه این بله هام اونه. علی، اینقدر خودتو سرزنش نکن. حرفایی که خودت قبلا به هم گفتی یا الان خودت انجام نمیدی. کی میدونه، شاید اون موقع هم حق با تو بوده. ما دکتریم عزیزم، هر وقت و هر جا میتونیم برای خودمون یه راه جدید انتخاب کنیم و یا میتونیم به راهمون ادامه بدیم. قبول، اما چرا میخوای بیمارستان رو ول کنی علی؟ چون میخوام به آدمایی که به همون نیاز دارن و به خاطر دلایل مالی نمیتونن بیان بیمارستان ما تا درمون بشن کمک کنم. مادرها و پدرای دیگه. میرم چون نمیخوام دیگه بچه‌ای بمیره. الان علی تو این موقعیت حتی دیرم شده. شب تو خونه میبینم.